معاون هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به افزایش خشونت‌ها در این کشور گفت که خروج سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل اشتباه است. به گزارش شیوز، آرناد پاولز، معاون هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان اظهار داشت که خروج طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل یک اشتباه است و اگر این گروه تروریستی به خشونت‌ها ادامه دهد و مسئول قطع‌های هدفمند اخیر باشد، باید اعضای دیگر طالبان نیز به این فهرست اضافه شوند. وی افزود که اتحادیه اروپا به حمایت از دولت افغانستان در روند صلح و سایر عرصه‌ها ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود که با آغاز کار دولت جدید آمریکا اتفاق نظر بین همکاران بین‌المللی افغانستان افزایش یابد. پیش از این نیز کلیر دیلی عضو پارلمان اتحادیه اروپا از جامعه جهانی خواست و این اتحادیه خواسته بود تا از حذف اسامی سران طالبان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل جلوگیری کنند. اواخر شهریور ماه نیز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خطاب به طالبان تصریح کرد که هر نوع حمایت آینده اتحادیه اروپا از افغانستان مشروط به حفظ ارزش‌های نظام جمهوری در این کشور است. از طرفی سران طالبان مدعی هستند مسئله آزادی زندانیان این گروه و حذف اسامی سران آنها از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل موضوع مذاکرات با طرف افغانستانی نیست، زیرا درباره این مسائل در مذاکرات با آمریکا تصمیم گرفته شده است. این در حالی است که پس از آزادسازی زندانیان طالبان، اقدامات خشونت‌آمیز این گروه تروریستی در حمله به نظامیان و غیر نظامیان افزایش یافته است.